وقتتان بخیر، به پس از خبر خوش آمدید. روزانه حدود 1000 شهروند کشور از راه‌های غیرقانونی افغانستان را ترک می‌کنند. وزارت مهاجران و عودت کنندگان هم علت سفر غیرقانونی بیشتر شهروندان کشور و به ویژه جوانان را فقر، بیکاری و ناامنی می‌گه. در این حال وزارت عدلیه هشدار می‌دهد که اگر جلب قاچاق انسان به بیرون از کشور گرفته نشه، ایالات متحده آمریکا تحریم هایی را بر افغانستان وضع خواهد کرد. اما چرا این همه فرار مغزها از افغانستان 2014 بار دیگر تکرار شده، یا آنچه نگرانی قبلا مطرح شده بود از وضعیت بد افغانستان و تکرار تاریخ بیشتر خوانده میشه، دهه 70 بار دیگر اینجا تکرار شده و بار دیگر داره افغانستان خالی از مغزهای جوان و کارکن میشه؟ فرار خبرنگار، فرار فعال مدنی و سایر گروه های اجتماعی که زندگی میکنند در شب روز بیشتر رسانه‌ای میشه. اما حکومت افغانستان در زمینه چه کار کرده؟ بیشتر این گزارش را بیننده باشین. آقایان انصاری و احمدی را تا دقایق دیگر خواهیم داشت. ناامنی و فقر روز به روز بیشتر دامنگیر مردم افغانستان می شود. از همین رو بیشتر شهروندان کشور به ویژه جوانان با پذیرفتن راه های پرمشقت پناهندگی به کشورهای بیرونی دست به مهاجرت از راه های غیر قانونی می زنند. ایسا محمد، جوانی که به دلیل ناامنی و بیکاری می خواهد به صورت غیر قانونی از طریق ولایت نیمروز به کشور ایران مهاجر شود، می گوید نبود کار و افزایش جنگ در کشور سبب شده است که جانش را به خطر انداخته ترک وطن کند. ما از رای غیر قانونی کچاکی میریم. امید بسیار خطرم داره. صد تا کشتم شد، زخمی هم شد، زدام میشه بیادر. 6 میلیون و 700 هزار شهروند افغان در کشورهای بیرونی در مهاجرت به سر میبرند که در ایران 3 میلیون افغان و در پاکستان 2 میلیون و 700 هزار افغان مهاجرند و در کشورهای اروپایی 709 هزار و در استرالیا 500 هزار شهروند افغان درخواست پناهندگی دادند. وزارت مهاجرین میگوید روزانه حدود 1000 شهروند افغان به دلیل بیکاری و ناامنی از ولایت‌های هرات و نیمرو روز به گونه قاچاق به کشورهای بیرونی ترک کشور میکنند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان فعلا متمرکز روی ای است که یک آمار دقیق از مهاجران افغان با تفکیک وضعیتشان به دست بیاره در بیرون از کشور و با مشخص شدن وضعیت حقوقی از اینها یک مدیریت را متناسب با وضعیتشان با کشور میزبان فعلا جستجو بکنه. پیش از این وزیر عدلیه افغانستان در سفر به ولایت نیمروز گفته بود که اگر جلو قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین گرفته نشود، آمریکا افغانستان را تحریم خواهد کرد. اقدامات ما در راستای مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران از آدرس کمیسیونالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران جدی هست. تلاش ما است ادارات عضو را هماهنگ و منسجم بسازیم. با رسیدن سال نو نگرانی ها این است یک موج کلان از شهروندان کشور از ترس افزایش خشونت ها کشور را ترک کنند، چنانکه به تازگی ریاست پاسپورت کشور اعلام کرد که روزانه حدود 5000 پاسپورت در کشور توزیع می شود. آقای سید عبدالباسط انصاری، مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجران و عودت کنندگان از کابل، و عبدالله احمدی، رئیس گروه کاری مشترک جامعه مدنی افغانستان را از آمریکا با خود داریم. درود بر هر دو بزرگواران، ممنون از حضورتان. آقای انصاری خوش آمدین. اگر بحث را با شما آغاز کنیم، ترک کشور در این مقطع زمانی بر شما، بر حکومت افغانستان چه پیام را داره؟ بنا به خداوند بزرگ و توانا، با عرض سلام خدمت شما آقای احمدی و تمام هموطنان عزیز ما، آرزوی صحتمندی و سلامتی به شما و به تمام هموطنان گرامی خود دارم. طوری که شما اشاره کردین، از 4 دهه گذشته تا الحال وضعیت ناگواری که متاسفانه در افغانستان به وجود آمده، ما تعداد بیشتری از هموطنان خود شاهد هستیم که کشور را ترک کردن و رفتن به عنوان مهاجر و پناهنده در کشورهای چون کشورهای اروپایی و سایر کشورها، که ما فعلا در حدود 70 کشور جهان مهاجر و پناهنده و پناهجو داریم. طبعا آنچه که خود هموطنان ما
اظهار می‌دارند و ارائه نظر می‌کنند. ناشی از دو تا عامل اساسی باعث مهاجرت‌های غیراصولی از اونا شده. یک میگن جنگ از طرف افغانستان و مسئله دوم فقر و بیکاری است در کشور. و در این شکل نیست که اگر آمار هموطنان ما که بر از اونا فرصت کار و اشتغال مساعد نیست، یگانه دلیل عمده و اساسی جنگ است که یک هزینه بزرگ صرف جنگ میشه و در این حال مشکلات دیگری را که ما در داخل افغانستان شاهد هستیم، مسئله بیجا شدن هموطنان ما به سایر ولایات کشور. از این لحاظ این چی است که هموطنان ما اشاره میکنن و پاسخ شما به امی هموطنانتان چی است؟ خب ما به عنوان یک اداره هماهنگ کننده و یک اداره پالیسی ساز در بود بیرونی خود مسئله دادخواهی را به عهده داریم و در این حال به اساس اعلامیه‌های مشترک و به اساس تفاهم‌نامه بین افغانستان و کشور میزبان در قسمت ایجاد سهولت و در داخل افغانستان هم مسئله آگاهی دهی برای هموطنان ما که مهاجرت‌های غیر منظم را اینا زمانی که در پیش می‌گیرند، چون ما خطاب کرده نمیتونیم که غیر قانونی، چون هر شهروند میتونه که سفر بکنه و مهاجر شوه از لحاظ قانون. نه، سوال من این بود جناب انصاری، من سوال موازی است، امید دارم موازی جواب بدین. برای همین شهروندایی که شما جنگ، فقر یا همو بیکاری را عنوان میکنین دلیل فرارشان از کشور، دلیل فرار جوابتان چیست برش؟ به عنوان اداری که هماهنگ کننده هستین، هماهنگی کار خیلی مهم است. دقیقاً ما در داخل افغانستان آنچه که مربوط به ما هست، به او میخوایم اشاره بکنم که در بعد اشتغال زایی با همکاری ادارات مختلف حکومت افغانستان و دونرها سالانه در حدود 7 تا 8 هزار تن از عودت کننده ها و کسانی که بیجا شده هستند ما در قسمت اشتغال بر از اینا فرصت ایجاد کردیم. فکر میکنین چند هزار بیجا شده داشتیم ما حداقل؟ نه، فکر که نباید کنین، چون رقم باید شما داشته باشین. در 99 ما چند هزار بیجا شده داشتیم تا این دم؟ خب به شکل مجموعی یک بود اشتغال است که ما در مطابقت به امکانات کار میکنیم و در این حال مسئله کمک های عاجل بشری است، مسئله کمک های زمستانی است. وقتاً فوقتاً این ما اگر در بخش بیجا شده ها صحبت کنیم، در سال از ابتدای سال تا الحال در حدود 74 هزار خانواده بیجا شده داریم که 98 هزار خانواده کمک صورت گرفته، به شمول وید از هموطنان ما که در سالهای گذشته بیجا شده بودن. 78 هزار داشتین، بیش از 90 هزار شما کمک کردین، چگونه؟ بله، تنها از ابتدای سال 99 خورشیدی که تا الحال در حدود 74 هزار خانواده بیجا شده است در یک سال، و ما 98 هزار خانواده را کمک کردیم که هم بیجا شدهایی که مستحق بودند در جریان سال بیجا شدند و هم از سالهای گذشته، و به این ترتیب یک تعداد از عودت کننده های ما که نیازمندی بیشتر داشتن و مشکلات بیشتر داشتن ابتدا سروی و مستحقین تشخیص و بعدتر کمک انجام شده. اما خب این یک بخش از کارتان میتونه باشه، یک بخش از کار اداری هماهنگ کننده و یک اداری پلیسی ساز میتونه باشه. سوال من این است، پلیسیتان چه هست برای جلوگیری از این فرار؟ حالا مردم فرار میکنن، کدام پلیسی هست، کدام برنامه مشخص است که مردم فرار نکنن بعد از این؟ خب ما در قسمتی که سطح آگاهی هموطنان ما بلندتر بره، طبعا ما برنامه‌های مختلف داشتیم. آگاهی و... یعنی چی؟ آگاهی میتونه شکم شهروندی را سیر کنه؟ آگاهی میتونه جانش را نجات بده؟ مهمتر از همه، شکمش را سیر کده میتونه؟ خب آیا ممکن است که در حدود 2 میلیون بیجا شده داخلی و در این حال 10 میلیون عودت کننده که از سال 2002 تا الحال برگشت کردن، همه را به عنوان وزارت مهاجرین که اداره هماهنگ کننده است بتونه که همه از اینا را مشکلاتش از 100% حل بکنه
و در این حال فقر از افغانستان گلیمش برچیده بکنه. جواب شما از این لحاظ در قسمت اشتغال در داخل افغانستان، در قسمت کمک برای عودت کننده ها، بیجا شدهای داخلی هم از جانب مؤسسات در هماهنگی با ما بسیار تشکر و از جانب حکومت افغانستان تحت نظارت ما کار کرده. بسیار تشکر. و در این حال عودت کنندهایی که مشکلات حقوقی به شما برمیگردیم انصاری سر و بین ترتیب کارهای دیگه به شما برمیگردیم. خوش آمدید حضرت احمدی. شما هم از صحبت های آقای انصاری چی برداشت کردین؟ تشکر. با سلام خدمت شما و بینندگان محترم. بله، متاسفانه روزانه ما شاهد هستیم و هر سال شاهد هستیم که هموطنان ما و شما کشور را ترک میکنن و از کشور فرار میکنن. دلیلش هم معلوم است، ذکر شد، فقر است، ناامنی است، بیکاری است و مسائل مربوط به این مسائل که متاسفانه هنوز هم نه پالیسی پاسخگو یا پالیسی دقیقی که جواب این مسائل باشه با وجود آمده و نه حکومت افغانستان تانسته زمینه را فراهم بکنه تا اینکه شهروندا فرار نکنند. یعنی چی؟ پالیسی پاسخگو یعنی چی؟ خب اداره مهاجران کشور یک اداره پالیسی ساز است به قول آقای انصاری. همه قکار هم نشده؟ اداره وزارت امور مهاجرین پالیسی می سازه برای کسایی که برگردن و پالیسی هایشان هم پاسخگو و قانع کننده نیست. مثلا پالیسی دارن برای بیجاشده های داخلی یا برای کسایی که می خواهن برگردن. بعضی برنامه ها با نهادهای بین المللی دارن که به قول خودشون آگاهی دهی است یا بعضی برنامه های آموزشی است که ظرفیت اونا رو می سازن. ولی تا زمانی که فقر دامنگیر مردم باشد، تا زمانی که بیکاری بیداد بکنه، تا زمانی که ناامنی همچنان گسترش پیدا بکنه، متاسفانه ما شاهد فرار شهروندان افغانستان خصوصا جوان ها هستیم. ما و شما شاهد هستیم که روزانه خبرنگاران، فعالین مدنی، مدافعان حقوق بشر هدف قرار می گیرن و هر روز به این حادثات افزوده می شن. ولی هیچ کس پاسخگو نیست. حتی عواملش هم مشخص نمیشه که چه کسانی یا کسی پشت قضایا است. در این قسمت کی پالیسی میسازه، کی برنامه میسازه، کی جلوی این همه ناامنی و قتل و کشتار را میگیره؟ متاسفانه این پالیسی خب اینجا حکومت است، جمهوری اسلامی افغانستان است جناب احمدی. حکومت به نام جمهوری اسلامی افغانستان هست اینجا و آقای انصاری هم یکی از مشاوران این حکومت هستند. متاسفانه هست، ولی حکومت افغانستان در این شرایط بیشتر مشغول زدوبندهای سیاسی و مشغول حفظ قدرت و مسائل مربوط به ای است. مسائل شهروندان، حفظ جان شهروندان، جلوگیری از فرار شهروندان در اولویتشان نیست. حتی وزارت مهاجران کشور اولویت نداره به این مسئله؟ مهاجرت شهروندان، جلوگیری از مهاجرت شهروندان و فراهم کردن یک زمینه بهتر، یک فضای امن، ایجاد شغل یک مسائلی است که حکومت باید این مسائل فراهم بکنند تا یک شهروندان از کشور فرار نکنه. هیچ کس دوست نداره کشور خود ترک بکنه. هر کسی دوست داره در خانه و وطن خود آرام زندگی بکنه. ولی وقتی جانش در امن نیست، امکانات شغلی نداره، مجبور به ترک وطن میشه. اگر حکومت حداقل به نیمی از وعده‌های خود عمل میکرد، مثلا جناب رئیس جمهور وعده چندین میلیون شغل داده بود، کدامش عملی شد؟ یک میلیون شغل کدامش عملی شد در حالی که تعداد شغل ها کمتر هم شد؟ وضعیت امنیتی رو ما و شما شاهد هستیم، روزانه شاهد هستیم که هموطنان ما و شما، شهروندان ما و شما پرپر میشن و بازم تکرار میشه، روز بعدم تکرار میشه. چه کسی پاسخگو است؟ پس چون این شرایط و وضعیتی باعث میشه که شهروندا فرار بکنن و فرار برماندن ترجیح بدن. وزارت دولت در امور مهاجرین هم باید پالیسی های خود بازنگری بکنن، باید پالیسی های خود مطابق با واقعیات بسازن. یعنی تنها تمرکز و فوکسشان روی برنامه های از قبل تنظیم شده مطابق خاص دولت ها نباشه. واقعیت های روز بنگرن، خاص شهروندان رو ببینن، وضعیت مملکت رو ببینن و مطابق او برنامه بسازن. بسیار تشکر. وزارت های دیگر هماهنگی بیشتر داشته باشه. می داشته باشیم. میتونه احمدی صاحب، انصاری صاحب چی جواب دارین؟ شما اداره هماهنگ کننده هستین، پالیسی ساز هستین، اینچنین پالیسی ها را دارین که حتی یک نهاد مدنی، رئیس گروه کاری مشترک جامعه مدنی هم انتقاد داره از شما. چه کار میکنین شما؟ خیر، با تایید نظریات هموطنان ما که همیشه از طریق مطبوعات هم صدا بلند کردن در قسمت مشکلات هموطنان ما در بیرون از افغانستان و در داخل و بین ترتیب اشاره‌ای که
جناب احمدی صاحب داشتن. خب مشکلات در این شکل نیست که انوز هم فرارای روند زندگی هموطنان ما در داخل افغانستان وجود داره. اما شما به عنوان اداره مهاجران وظیفه تان است که باید رسیدگی کنین. اداره هماهنگ کننده هستین، ارتباط برقرار کنین، پالیسی بسازین، پالیسی را به اساس واقعیت ها بسازین، نه به خواست دونر. بله. البته در قسمت دونرها آنچه که اونا تعهد میکنن ما از انجام کمک یا در قسمت ارائه خدمات برای عودت کننده ها و بیجا شده های داخلی ما و به این ترتیب از عملکردهایی که در قسمت مهاجرین و پناهندگان ما در سایر کشورها انجام میتن و کشورهای میزبان عمل میکنن ما کاملا در جریان هستیم و به این ترتیب کاری را کردین چی؟ ما در نظر میگیریم. خب این با وضاحت بیشتر نیاز دارد. مثلا در کشورهای اروپایی به طور مثال خدمتتان اشاره کنم که در کشورهای اروپایی قبلا چنین چیزی نبود و به شکل یکبارگی هموطنان ما که تصمیم می گرفتن که رهسپار کشورهای اروپایی شوند و اونا اخراج می شدن به شکل اجباری اخراج می شدن و این ارقام در نهایت بلندتر و بیشتر بود. به اساس اعلامیه مشترک بین حکومت افغانستان با تلاش‌های مکرر وزارت امور مهاجرین با اتحادیه اروپا چند طبقه از افرادی که مربوط به هموطنان ماست و مهاجر و پناهنده هستند در کشورهای اروپایی مستثنا قرار داده میشن که اینا اخراج نشن. از جمله طبقه اول اطفال بی سرپرست، خانمای بی سرپرست و به این ترتیب او طبقه از خانمایی که خود سرپرست فامیل هستند، افراد مسن و افرادی که امراض سبل‌العلاج دارند و حتی روی طبقه ششم هم توافق صورت گرفته او اید از هموطن ما که به شکل خانوار در اونجا زندگی دارن و طوری که یکی از او مثالها را ما اخیراً شاهد هستیم که یک تن را یکی از کشورهای اروپایی اخراج کرده و ما در تلاشی هستیم که پس دوباره او انتقال پیدا کنه به اون کشور. شما گزارش ها را مطمئنن شنیدین، گزارش ها را مستندایی که نشر شد را دیدین که حتی سخن از دعوت یا اخراج اجباری شهروندان افغانستان از کشورهای اروپایی به نشر میرسید، از جمله آلمان. اما بیاین کار زمین را اول بسازیم بعدن با آسمانش بپردازیم. داخل افغانستان ما میخواهیم داشته باشیم از شما در این شب و روز بیش از 1000 نفر روزانه میره و 1000 نفر چی میکنین؟ کوتاه اگر داشته باشیم بریم به طرف احمدی صاحبم. بله، طوری که ما قبلا اشاره کردم و شما و همه هموطنان ما میدانن او اید از هموطن ما که کشور را ترک میکنن غیر اصولی و نامنظم از افغانستان خارج میشن و طبیعی است که نه وزارت مهاجرین در جریان قرار داده میشه و نه سایر ادارات حکومت اگر افغانستان. شما را در جریان قرار بتن چه کار میکنین براشون؟ فرض بر این که من میبرایم از این کشور، اگر شما را در جریان قرار بتم چی میکنین برم؟ خب مسئولیت ماست که از پیامدهای ناگوار مهاجرت نامنظم شما باید بر خب ما آگاهی هم دارم آقای مشاور. بعد از این چی میکنین برام؟ وضعیت هم این گونه. خب آنچه که در امکانات، خب فرصت اشتغال برای تمام هموطنان ما را نمیتونه که یک اداره تضمین بکنه. شما هم هماهنگ‌کننده هستین، پولای هنگفتن اینجا مصرف میشه به قول دسترخانهای مختلف و گوشتهای مختلف هم سر زبان هاست در این شب و روز. اما وقتی که این چونین صحبت از طرف شما داشته باشیم فکر میکنین که شکم همون شهروندی که داره فرار میکنه که گرسنه است او شکم خانواده خود چقسم سیر کنه؟ شما میگه نبراین. شما اجازه بدین ما به هیچ عنوان برای هموطنان خود فشار وارد نکردیم که شما کشور را ترک نکنین یا ترک بکنین. صرف اونایی که تصمیم برای مهاجرت های نامنظم دارن مرکز معلومات در خود وزارت مهاجرین ایجاد شده، شماره رایگان در اختیار هموطنان ما قرار داره، میتونن تماس بگیرن و همکاران ما بر از اونا آگاهی میتن که اگر شما مهاجر نامنظم و غیر قانونی میخواین که در آینده شوین و بخواین به دیگه کشور حرکت بکنین و زندگی داشته باشین طبعا غرق شدن شما در آب. شما من سوالم دیگه چیز بود جناب انصاری، من میگم که چرا همین زمینی کار مساعد نمیشه؟ خب
درست است که شما خط ارتباطی دارین، درست است به قبل کال سنتر دارین، این کال سنتر شکم شهروند را سیر نمی کنه. من میگم که چگونه میتونین جلوگیری کنین از این فراری که هر روز صورت میگیره؟ شهروندان به خاطر شکم خانوادگی خود، مادر و پدر و همسر و خواهر و برادر خود را سیر کنن فرار میکنن. برای چه کار میکنین جز شغل؟ رای دیگری وجود داره؟ اجازه بدید که کمی وضاحت بکنم. طوری که خودتان اشاره کردین که یک کتله عظیمی از هموطنان ما کشور را ترک میکنن و در این حال خودتان گفتین که وزارت مهاجرین به عنوان یک وزارت هماهنگ کننده، این از زبان شما گفتم، کوتاهشون بریم به طرف احمدی صاحب، اون وقت ما تمام است. با تایید حرفای ما، در این حال چون ممکن نیست که بر تمام هموطنان ما فرصت اشتغال را وزارت مهاجرین مساعد بسازه، فقری که در افغانستان بالاتر از 60% که یا بیشتر و کمتر، رئیس جمهور 90% گفته بود. خب درست، کم و بیش بتونه که وزارت مهاجرین که تمام تشکیلات اداری وزارت مهاجرین در حدود 1000 تن در تمام ولایت افغانستان به شمول مرکز، ما بتونیم که برای میلیون ها تن از شهروندان افغانستان هم فرصت اشتغال را مساعد بسازیم، هم برای اونها مواد غذایی تهیه بکنیم. پس گرسنگان بمیرن جناب مشاور، گرسنگان بمیرن کوتا؟ نه، به هیچ عنوان. این مسئولیت کلی دولت جمهوری اسلامی افغانستان است و طوری که من اشاره کردم یک قسمت زیادی از بدبختی های مردم افغانستان متاسفانه جنگ است و جنگ است که مشکلات زیاد ساخته. در این حال در هر ولایتی که جنگ بیشتر صورت گرفته، ما به هزارها خانواده بیجا شده در اونجا داریم. ممنون. و در این حال خب حکومت افغانستان پلان و تدابیر خود را داره و وزارت مهاجری هم در مطابقت به امکانات در خدمت است. سوال همی است که پلانات چه وقت عملی میشه؟ ما سالای سال است که پلان گفته روان هستیم، اما این پلان از کاغذ به اجرا چه وقت در میایه؟ جناب احمدی، میخوایم جنبندی صحبت ها را با شما داشته باشیم. برداشتتان، پیشنهادتان به وزارت محترم مهاجران و عودت کنندگان کشور. تشکر. اما رقمی که جناب مشاور صاحب هم گفتند، فرار شهروندا و مهاجرت گسترده در کشور بیداد میکنه و عواملش هم تکراراً ذکر شد، فقر، ناامنی، بیکاری است. پیشنهاد مشخص من این است که فضا در کشور بهتر شود، ادارات مربوطه برای ماندن شهروندا تلاش بکنند، وزارت امور مهاجرین به عنوان یک وزارت پالیسی ساز و هماهنگ کننده وظیفه خود مطابق زمان و حال روز انجام بده، وزارت امور مهاجران پالیسی های را بسازه که باعث شود شهروندا در کشور بمانند، وزارت امور مهاجرین هماهنگی خود را بیشتر بکنه با دیگر ادارات تا اینکه دیگران هم دخیل بسازند، تا اینکه از فرار شهروندا، از قاچاق انسان جلوگیری بکنه. حتی کمیسیون عالی در ریاست جمهوری وجود داره که رئیس جمهور خودشون ریاست میکنه. چرا اینا در قسمت مهاجرین، در قسمت فرار شهروندا برنامه مشخص روی دست نگرفتن؟ حتی هشدار از تحریم هم داده شده، این که امریکا افغانستان را تحریم خواهد کرد اگر جلوی وضعیت گرفته نشه. فکر میکنین کار به کجا میکشه؟ کوتا. مسلما اگر حکومت در اولویت کاری خود مسئله فرار شهروندا را در نظر نگیره و برنامه منسجم و جدی و عملی را به خاطر قاچاق انسان روی دست نداشته باشه و نهادهای بین المللی به شمول آمریکا حتما در این قسمت اقداماتی را خواهد کردن. و پیشنهاد مشخص من این است که کمیسیون عالی را که در دفتر ریاست جمهوری است این فعال شود، مسئله مهاجرین، مسئله فرار شهروندا، مسئله قتل‌های هدفمند، اینها را در اولویت کاری خود قرار بدن و همچنین وزارت محترم امور مهاجرین و عودت کننده ها فقط در قسمت برنامه ریزی در رابطه با عودت کننده ها برنامه نداشته باشند، در قسمت جلوگیری از فرار شهروندان برنامه داشته باشند و این زمان امکان پذیر است که اینا هماهنگیشان مطابق به روز باشد و پالیسی هایشان مطابق نیازمندی باشد و نهادهای دیگه دولتی را هم بتوانند شامل برنامه بسازند. ممنونتان، متاسف هستم که وقت ما کاملا تمام است، باید خدافیزی کنیم. ممنون حضور جنابان انصاری و احمدی و امید روزی که دیگر شهروند کشور مجبور به ترک کشور نشه و فرار نکنه. وقت شما هم بخیر، تا درود دیگر.